بنامی آنکه خسته این آماز او یافت فلک گردش زمین آرام از او یافت سپاس و حمد به پایان خدا را که سمعش در وجود آورد ما را هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل اصحابش تمام. در صحبت گذشته حدیثی حضرت امام مالک حضرت امام مسلم رحمت الله علیه که در صحیح خود روایت کردند برای شما گوش راست کرده بودیم که در آن حدیث نعمان بن بشیر رضی الله عنهما صحابی جلیل از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای تمام امت اسلام نقل کردند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی یوم الجمعه بسبح اسم ربک الاعلى والغاشیه. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز جمعه در نماز جمعه در رکعت یکم بعد سوره فاتحه سوره اعلا می خوانند و در رکعت دوم سوره غاشیه قرائت می کردند که در جمعه گذشته مختصرا در اطراف شرح و معانی سوره اعلا برای شما گوش راست کرده بودیم و امروز به اذن الله به شرح و معنی و تفسیر سوره غاشیه شروع میکنیم. سوره غاشیه از 26 آیات عبارت بوده، سوره مکی هست. ابن عباس رضی الله عنه میگویند که سوره غاشیه در مکه مکرمه نازل شد، چطوری که در کتاب‌های بیهقی در سننشان روایت کردن. غاشیه به معنای از کلمه غشیه یا غشا پیچانیدن است. سوره و نام غاشیه نامگذاری شده است به نام پیچانیدن، یکی از وصف‌های روز قیامت. روز قیامت وصفی دارد با نام غاشیه، یعنی پیچانده با دهشت و وحشت و ترس و هیبت خود تمام مخلوقات را می پیچاند، در بر می گیرد. این سوره کمی 6 آیت این در حق اونهایی که وارد دوزخ می شوند الله در پناهش ما شما را نگه دارد، 9 آیت دیگر در باره اهل جنت از فضل و کرم پروردگار می پرسیم صحبت می کنند، سپس خلاصه بندی می کنند. خلاص هر چیزی که مقام عظیم دارد، مقام بزرگ دارد، اهمیت ضروریت دارد، صفت های زیاد می دارد. در دنیا الله تعالی بسیار مخلوقات را آفرید است. بعضی آنها صاحب صفت های زیاد هستند. خود پروردگار عالم صفت های پروردگار به شما است. هر چیزی که صفتش زیاد باشد دلالت به بزرگی او می کند. قیامت خیلی صفت های زیاد دارد. انشاءالله در یکی از جمعه ها فقط وصف های قیامت، صفت های قیامت که خدا در قرآن و جناب رسول در حدیث ها ذکر کردن انشاءالله برای شما گوش راست میکنیم، خیلی صفت های زیاد دارد و صفت های زیاد داشتن قیامت و بزرگ بودن امر قیامت دلالت میکنند که یکی از نشانه های قیامت این، یکی از لقب یعنی صفت های قیامت این غاشیه است، پیچامنده است که انشاءالله به شرح این سوره آغاز میکنیم. و یکی از چیزهایی که دلالت به بزرگ بودنی صفت ها به بزرگ بودنی یک چیز دلالت میکنند
این وقتی که پروردگار عالم با آن قسم بخورد. چون برای پروردگار اجازت است، پروردگار عالم حق دارد که به یگان از مخلوقاتش سوگند بخورد، قسم یاد کند. وقتی که به یک مخلوق پروردگار عالم قسم یاد کرد، این دلالت به بزرگ بودن آن همان مخلوق می کند که خداوند به روز قیامت هم در قرآن کریم قسم خورده است. من جمله الله تعالی می گوید ولی یوم الموعود، قسم سوگند به روز وعده شده، روزی که وعده شده است، این روز قیامت است که در بسیار جایهای قرآن کریم، در بسیار جایهای سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم به روز قیامت شدگی است. که الله تعالی بسیار در این موضوعها در قرآن کریم آیات نازل کرده است. ولیوم الموعود، قسم به روزی که وعده شد، وعده داده شد با زبان پیغمبران، آن روز وعده داده شد با زبان میراث‌خوران پیغمبران که در روزهای جمعه و در دیگر جمعامت‌ها برای مردم روز وعدگاه را خبر می‌دادند که روزی می‌شود، که روز قیامت می‌شود. ما شما از این دنیای فانی به سوی پروردگار سفر می‌کنیم، گفته رسانیده بودند، وعده داده بودند، آن روز خداوند و آن روز قسم خوردگی است. یعنی دو بزرگی روز قیامت را الان برای شما گفتم، یکی زیاد بودن صفات قیامت، دیگری قسم خوردن پروردگار به روز قیامت. در بدایت سوره غاشیه پروردگار عالم یک آیت، آیت یکم سوال کرد، ثانی در شش آیت و در نه آیتی باقی مانده، یعنی که در 15 آیت به سوال جواب داد. ثانی خلاصه بندی کرد. آیت یکم الله سبحانه و تعالی می فرماید هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا خبر قیامت را شنیدید؟ هل اتاک حدیث الغاشیه، ای پیغمبر خدا، ای امت محمد، هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا برای شما خبری غاشیه آمد؟ غاشیه یعنی چیزی که پیچانیده میگرد، که از وصفهای روز قیامت، برای اون که وحشت و دهشت و ترس و لرز اون روز همه را در بر میگرد، حتی پیغمبران با نفسی میگرد آیا بر نفس من چی میشده باشد، همه در ترس و حراس است، دهشت قیامت همه را پیچانیده میگرد. هل اتاک حدیث الغاشیه، و نزد تو خبر قیامت آمد؟ یعنی آیا از قیامت و از حیات آخرت تو باخبر هستی؟ هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه، روی ها امروز، این روز قیامت، خاشعه ترسنده هست، خار و زار و ذلیل هست، وجوه یومئذ خاشعه، روی ها در روز قیامت خار است، یعنی بعضی روی ها ذلیل است، در ترس در رو دیده می شود. وجوه یومئذ خاشعه عاملت ناصبه، در دنیا عمل کننده بود و مشقت کشیده بود، عاملت ناصبه در دنیا خالی نمی گشت، عمل می کرد، عبادت میکرد، تعب و مشقت میکشید. خدا میبرد ولیکن با وجود این تصلا نارن حامیه، با آتش دوزخ میدراید. این یکمین قسمی که آیات هایی که در باره شش آیاتی که در باره دوزخ صحبت میکنند، خدا در اولینش گفت که روی ها امروز خار و زار هستند، یعنی روی های اهل دوزخ. در دنیا آمینتون ناصیبتون، عمل کننده بودن، در عملهاشون و در عبادتهاشون مشقت میکشیدن، از زیادی عبادت خسته میشدن، ولی با وجود همین به آتش دوزخ میدارن. در حق کیست؟ این در حق اون عابدهایی که غیر پروردگار عالم را عبادت میکنند.
sahibi tafsir آوردن ki Hazreti Ömer از نزد یک صومعه یک عبادت خانه از آن نصارا میگذشتن یک راهب یعنی یکی از پیشوایان نصارا عبادت در داخل صومعه داشت شب و روز عبادت میکرد حضرت عمر حال امام را دید و گریه کرد اطرافیان پرسیدند که گریه برای چی میکنید ای امیر مؤمنان گفتند به حال این قص یعنی پیشوای نصارا علمای نصارا عابدهای نصارا گریه دارند برای چی گفتند برای که خدا در قرآن میگوید که عاملتون ناصبتون عمل کننده هست عبادت کننده هست مشقت کشنده هست تصلاها و حامیه با وجود این عبادتاش با آتش دوزخ میدارد چون به علم عبادت میکند چون موافق شریعتی خدا فرموده است عمل نمیکند زیرا در شریعت آنها گفته شده است شریعت شما تا اون روز به کار میآید که محمد پیغمبر شود همون روزی که محمد پیغمبر شد دیگر باقی مانده کل شریعت آسمانی از بین می رود شریعت محمد آمد باقی مانده شریعت ها بیکار می شود بیهوده می گردد بنابراین باید آنها موافق دینشان عمل بکنند چون حضرت عیسی علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام برای تمام امتانشان یاد رست گوش رست کرده بودن که یعطی من بعد اسمه احمد بعد من یک پیغمبر بیاید که نامش احمد است محمد است شما پیروی از دین آن محمد علیه السلام بکنید بنابراین عمیلتون ناصبه در دنیا عمل کننده است و مشقت کشنده است با وجود همین وارد دوزخ می شود این در حق آن مسلمان هایی که اهل بدعت هستند آنها را هم فرا می گیرند چون در دنیا عمل هایی را می کنند گویا آن عبادت پروردگار باشد ولی در قرآن کریم نیست ولی در سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود ندارد آنها با آن بدعت و خرافات هایی که مشایخ های آنها پیدا به دین خدا کردن با آنها عمل میکنن عمل هایی که ضد شریعت است بنابراین وارد دوزخ میشن پیغمبر خدا در آن حدیثی که امام مسلم روایت کردن من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد کسی یک عملی را اجرا کند همچون عبادت ولی اون عمل در شریعت اسلام نباشد و عمل برای صاحبش ممدود است برگردانیده شده هست ثواب نیست بنابراین پیغمبر خدا گفتن که لا صام من صام الابد روزه نداشته است آن کسی که ابدی روزه داشته است 354 روز بنابر سال شماره ماهتابی 360 روز بنابر سال شماره آفتابی یعنی یک سال پر را کسی روزه دارد روزه نداشته است مشقت زاید که است برای چی برای که موافق شریعت عمل نکرده است در شریعت ما پر را یک سال را روزه داشتن مشکل نیست مثلا و غیر از این دیگر بدعت و خرافات هایی که در بین مردم جاری هست و در قرآن خدا با آن عمل برای عمل کردن امر نکرده است این آیه کریمه آنها را هم در بر میرد عاملتون ناصبتون در دنیا عمل کننده هست عبادت کننده هست مانند بت پرستا بت‌ها هیکل‌ها را عبادت میکردن در زمان جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا میگه برای چی اینها را عبادت میکنید من نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما اینها را عبادت نمیکنیم مگر برای آن خاطر اینها را پرستش میکنیم که اینها ما را با پروردگار عالم نزدیک میکنند واسطه میکردن چطوری که به یک نزد عظیم و بزرگوار در آمدن مشکل هست مگر به واسطه دیگر شخصی که به او نزدیک است اونها خدا را به مخلوق قیاس کردن اولین کار یعنی به نزد پادشاه چطور در آمدن مشکل است انسان عادی نمیتواند در آید
بنابراین چیکار کردم؟ آنها گفتند که ما اینها را واسطه بدیم. این چوب اگر بوتی آنها از چوب ساخته شده باشد، چوب گناه نکرده است. چوب مخلوق بیگناه است، می تواند در نزد پروردگار مرا شفاعت کند. سنگ مخلوق بی یعنی گناه است، لای و خاک مخلوق بیگناه است، اینها می تواند در نزد پروردگار عالم بر ما شفاعت کند. بنابراین ما اینها را عبادت می کنیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما سبب این بت‌ها را عبادت می کردیم آن است که اینها ما را به پروردگار عالم نزدیک می کند. یعنی به همین خاطر بود پرستی میکردن، اطاعت میکردن، عبادت میکردن، ولی وقتی که موافق شریعت نیست، عامنتون ناصبه، عمل کردن، عبادت کردن، مشقت کشتن، نتیجه اونها خسران نظران حامیه، با اون آتشی که سوزان است و افروخته شده است و تفسان است، وارد اون دوزخ میشوند. افتا پروردگار عالم بیان کرد. بعضی مفسرین کرام مانند در کتاب اول بیان شیخ محمد امین شنقیطی خدا رحمت کند آمده است که مقصد عاملتون ناصبتون این در دوزخ می شود. عامله در دوزخ مشقت کشنده هستند به سبب آن یعنی عذابی که در دوزخ می کشند در تعب و مشقت و در عذاب هستند. تصور نارم حامیه و آتش دوزخ می دارد. تصور نارم حامیه و آتش دوزخ و آتش تفسان داخل کرده می شود. و در باره طعام و شرابشان باشد چی می خورند؟ خداوند عز و جل گفت که طعام آنها در دوزخ زریع هست. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية از آب آنية آب داده میشه. آب آنية آب بینهایت جوشانیده است که آنية معنای به درجه آخر و تمام جوشانیده شده است. همین گونه آب داده میشه. حتی در سوره کهف خدا میگه که وقتی که تشنه مانند آب طلب میکنم، پروردگار برای ما آب بده. خداوند برای اونها یک آب میدهد که وقتی که به نزد دهانشان نزدیک میکنم از حرارت گرمی آن آب روی آنها آب شده به داخل آن کأس میریزد، استوانشان میموند از حرارت گرمی آن آب. تسقا من عین آنیه، از چشمه آب داده می شوند که اون چشمه به نهایت حرارتش گرم است، حرارت منتها است، آخری حرارت گرمی است. تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع، برای آنها طعام نیست در دوزخ مگر طعام زریع است. زریع این یک نبات، یک گیاهی هست که در کشور عرب ها می سبزید، در حالت تریش بعضی حیوانات می خورد، ولی در حالت خشکیش او که خار دارد و زهر دارد حیوان به او نزدیکی نمی کرد. مفصلی نکرام می کرد حیوان در دنیا نزدیکی نمی کرد، حالا که این در آخرت وصفی چطوری که پیغمبر گفت که آتشی که شما در دنیا دارد از صد یا در بزرگت از هفتاد یک جزئی آتشی دوزخ از گرمی این آتش یک جزئی آتشی دوزخ است، از صد یک جزئی آن است. بنابراین اون زریع هم نباتی که خدا در قرآن ذکر کرده است و یک تعامی هست که عبارت از خارهای زهرآلود است. لیس لهم طعام، آنها طعام ندارند و تعام داده نمی شود مگر زریع داده می شود. خار است، خار زهرآلود است. خدا چی میگه؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اون تعام آنها را سیر نمی کند و آنها را فربه هم نمی کند، یکم فایده نمی ده اون تعام، مگر وقتی که
از حرارت گروسنگی مجبور میشوند همون طعام خورند و گلوهاشون در میمونند. ثانی وقتی که آب طلب میکنند برای فرو بردن، حالاگی آبی که در بالا ذکر کرده شد آبی جوشان بوده میشه. این از حالت اهل دوزخ. این شش آیت در باره اهل دوزخ پروردگار عالم ذکر کرد. ثانی پروردگار عالم در باره اهل جنت آیت نازل کرد. وجوهی یومئذ ناعمه، روی ها امروز روز قیامت صاحب نعمت است. در آن رو خرسندی دیده می شود، در آن رو اثر نعمت دیده می شود. وجوهی یومئذ ناعمه لسعیها راضیه، روی ها امروز خوشنود است، خرسند است، در سعیه که در دنیا کرده بود، مهنتی که کرد، عبادت و اطاعتی که کرد راضی هست. الحمدلله که ما در دنیا اطاعت خدا کردیم، عبادت خدا کردیم. گفته در روی هاشون خرسندی و راضیگی دیده می شود. وجوهی یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه، آنها در جنت عالی مرتبه، در جنت بلند جایگیر شدند. جنت خود این در بالای هفت قبر آسمان است. در جنت بعد اینکه هفت قبر آسمان به نهایت میرسد، بعد بحر در بلندی جایگیر شده است. فی جنت عالیه، در جنتی که عالی است، مرتبه او عالی است، خودش در مکان عالی قرار دارد. کسی که به آنجا در آمده است، واقعا ظفر عالی، خوشبختی، درجه عالی را به دست آورده است. فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه، در آن جنت سخن لغو نمی شنوید، سخن دروغ، سخن غیبت، خبرکشی، سخنچینی، سخنهای خطا، سخنهای نادرست، آوازهای بردروغ، مطلقی حقارت، دشنام، مطلقی سخنهای بد و سخنهای بیفایده و سخنهای بیمزه نمی شنوید. لا تسمع فیها لاغیه، در آن جنت سخنی بیفایده لغ و ملعیب نمی شنوید. فیها عین جاریه، در جنت چشمه هست، چشمه های جاری، آبی چشمه ها جاری هست. اینجا فقط در باره چشمه خداوند سخن کرده است، اما در باره دریاهای و در باره آبهای جنت پروردگار آیت های زیاد نازل کرده است. فیها عین جاریه، در جنت یک چشمه هست، جاری هست. فیها عین جاریه، فیها سرور مرفوعه، در جنت کتهای بلند برداشته شده است که مفسرین کرام گفتند که اون کتها خودش در بالا قرار دارد که تمام جایهای جنت دیده می شود و دریاهای و درختان جنت و تمام ناز و نعمت جنت از بالای آن کت دیده میشه. حتی حالت دوزخی های میبینم اهل جنت، اون برادرانی که در دنیا همراهی آنها کشمکشی داشتن، مسخره میکردن، شما فنت میگفتن، وقتی که آنها به دوزخ افتادن، اینها از جنت استادم آنها رو میبینن و از حال آنها با خبر میشن از بالای کت ها. فیها سرور مرفوعه، در جنت کتهای بلند برداشته شده است. بعضی مفسرها گفتند که با آن کت وقتی که برآمده می نشیند، کت بالاتر برداشته می شود. این هم به اهل جنت غریب نیست. فیها سرور مرفوعه و اکواب موضوعه، و کوزه های در اطراف آن چشمه ها گذاشته شدگی هست که با واسطه اون کوزه ها آب می نوشند. بعضی مفسرین کرام گفتند که آن کوزه ها همیشه مملو با آب است، پر کرده شده با آب است. وقتی که می نوشند، باز آن کوزه ها پوری آب می ایستند. یعنی حتی اهل جنت همون
با کوزه خدا شما مهنت نکنن، مشقت نکنن، خسته نشوند، یعنی برای اون کوزه ها پور است. یعنی همیشه اون کوزه ها پور میستند. و اکوام اون موضوع کوزه های پور از آب گذاشته شده، یعنی آسان و میسر کرده شده. و اکوام اون موضوع و نمارق و مصفوفه و بالشت های صف کشیده شده، یعنی بالشت ها به هم دیگر ته کرده شده، در بالای اون کت ها بالشت ها آماده کرده شده که هست تکیه زده در آن جنت استراحت می کنه. و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبثوثه، زرابی و مبثوثه یعنی فرش های کشاده شده، گلیم های کشاده شده. و ضرابی و مبثوثه، بعض مفسر ها میگن که وارسی ها، یعنی بلندی آن گلیم ها و ملاین فرش های کشاده شده، گلیم های کشاده شده. و ضرابی و مبثوثه، بعض مفسر ها میگن که وارسی ها، یعنی بلندی آن گلیم ها و ملاینی آن گلیم ها خیلی بلند است. وقتی که پا می گذارد، پاهای آن با آن غوطه می زند، با آن گلیم ها، گلیم های جنت. و زرابی و مبثوثه، این نه آیت در این سوره مختصر بعض صفت های جنت را بیان کرد، اما صفت های جنت خیلی زیاد است، نعمت های جنت خیلی زیاد است. جناب رسول گفتند که در جنت یک نمود، یک نوع نعمت های است که مالا عین رأت، چشم ها ندیده است، و لا اذن سمعت، گوش ها نشنیده است، و لا خطر علی قلب بشر، به خاطر قلب انسانیت ها نامده است، با وجودی هم که خدا در قرآن در وصف جنت صحبت کرده است، ولی دیدنی هم و در حقیقت واقعا چشیدنی لحظت جنت این دیگر است. این نه آیت در باره جنت بود. ثانی پروردگار عالم وقتی این را حضرت پیغمبر به مشرکان عرب تلاوت کردند، آنها این قبول نکردند. این سوره چطوری گفتیم؟ سوره مکی هست، در مکه مکرمه نازل شده است. در مکه فقط آیت هایی که دعوت به خداپرستی، دعوت به اعتقاد به دین اسلام هست، آن آیت ها نازل شد. نماز و روزه و زکات و حج و عبادات و طلاق و نکاح و دیگر احکام شریعت در مدینه منوره نازل شده است. نماز در آخرین سال، سال دوازدهم بعثت، سال دوازدهم پیغمبریشان، پیش از یک سال سفرشان به مدینه نماز فرض شد. ولی دیگر احکام شریعت همه در مدینه به جناب رسول الله مشروع گردانیده شده بود. آیت های مکی همش دعوت به اعتقاد به یگانه پروردگار عالم میکنند. وقتی که عرب ها دیگر قبول نکردند و پروردگار عالم چهار مخلوق خود را برای مردم مثال آورد، خداوند گفت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یک مراتبه مردم به شتر نظر نمی کنند که ما شتر چگونه آفریده شده است. شما یک مراتبه به شتر نظر کنید، چگونه این شتر آفریده شده است. یک مراتبه به خلق شتر شما نظر میکنید، حالا که خداوند وقتی که زمین و آسمان و تمام مخلوقات را آفرید کسی را شاهد نکرد. من اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. خدا میگه من یکم مخلوق را شاهد نکردم، وقتی که آسمان های و زمین های خود آنها را آفریدم یکم کسی شاهد نکرد. من اشهدتهم خلق السماوات والارض، من در وقتی که زمین و آسمان و مخلوقات را آفریدم میگم کسی شاهد نکردم، هیچ کسی ندید ساختی پروردگار. مثلا یک اگر مخلوق عجیب ببینید، یک مثلا چیزی عجایب و غرایب ببینید،
لیکن چطور ساخته شده است نبینید؟ چطور ساخته شده است ندانید؟ حیرت شما در حق آن زیاد می شود که این چگونه آفریده باشد. بعضی ها همین یک حمومی که در شهر شیراز ایران هست، بسیار بعد اینکه ساختن زمانه های مردمان قدیم می گفتن که با شمع تمام حموم گرم می شود، یک شمع حمومی کمان گرم می کرده است. چطور ساخته شده باشد؟ گفتم متخصص ها کار میکردن کار میکردن نمی آورد نتیجه شد. حالا باز که به مخلوق ساختگی است، معلوم شما بر یک انسان آفریده است. گشته همون رو ویران کردن که سیرش یا بگفتن نیافتن. همین بوده بسیار مخلوقات است. آن حرم هایی که در مصر ساخته شده است، پیرامیدی که میگویم، او یک سنگ هاش، هر یک سنگش تقریبا 3 متر درازش و بلندش 2 متر و بالاش 2 متر و چه انسان ها برداشته برداشته به این قدر مسافه بلند برداشتن. این چیگونه ساخته باشن؟ گفته این مثال چندین سال ها هزار ها سال ها گذشت از زمانی اسلام هم پیش هست، حتی بعض اون در زمانی فرعون بود میگوند، در زمانی قدیم چندین هزار سال پیش ساخته شده است. مردم امروز به توریستی میرود میگوند این چیگونه ساخته باشن. بنابراین پروردگار عالم برای خلق زمین و آسمان و برای خلق مخلوقات یکان کسی شاهد نکرد تا اینکه به قدرت پروردگار و به بزرگی پروردگار عوج و حیرت آنها زیاد شد. خدا میگوید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. شما یک مراتب به شطور نظر نمیکنید، شطور اما چگونه آفریده؟ برای چه خدا شطور را میساخت؟ یکی از سببهاش همین که فیل مثلا از شطور از این جسته هست، ولی در کشورهای عرب فیل نبود. نادر نادر شخصیت هایی که به افریقای و دیگر کشورها سفر کرده بودند اونها فیل را دیده بودند، ولی فیل نبود در ما دیار حجاب. بنابراین وقتی که حضرت امام مالک درس میگفتند، یک آدم آمده از در مسجد را گفت که به مدینه فیل آمده است. در زمانه بعدی 90 سالی وفات پیغمبر یا 100 سال تقریبا فیل آمده است. همه شاگرده خسته فیل تماشا بر آمده که یک شاگردشون مام در منزشون سالم زنگی برای چی تو برای تماشا کردن فیل نمی برای؟ گفتی من عجیب تونی ارایان فیل هم من برای فیل بینی به مدینه سفر نکردم، از دیگر کشور آمده بود. من جیتونی اران فیاله برای فیلم تماشا آمدم، برای علم گرفتن آمدم. سانه حضرت امام مالک برای او لقب نبی گذاشته بودن، بزرگ لقبش همین گونه نبی، با لقب نبی لقب گذاری کرده تا امروز با لقب نبی ذکر میشه. یعنی این هم دلالت به آن که فیلم رو مردم عرب ندیده بودن. و دیگر سببی شطور آوردنش از فیل برای مردم فایده کم است. فیل گوشش حرام است. او اصلا برای سوار شدن خلق نشده، سوار شدن در بالای او مشکل و مشقت دارد و گوشش هم حرام است، استفاده از او کم است. اما شطور گوشش حلال است، شیرش حلال است، پیشابش هم شفا است، گوشتش هم حلال است، پوستش هم استفاده برده می شود. و عرب ها که اساسی قیمتری ما در نزد اونا شطور بود و در سفرها با شطور سفر می کردن، شطور را پروردگار عالم می سالد. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یک مراتبه به شطور نظر نمی کنند میان ها، آنهایی که به قدرت پروردگار به یگانگی پروردگار ایمان ندارند، یک مراتبه برای شطور نظر نمی کنند چگونه خلق شده است. و این از سماع کیف رفعت، یک مراتبه به آسمان نظر نمی کنند چگونه بلند برداشته شده است. مسافه بین زمین و آسمان مسافه 500 سالینه راه است، بلند است. یک مراتبه نظر نمی کنند میانهایی که به قدرت پروردگار تن نمی دهند، به بزرگی پروردگار سری تعظیم نمی بیارند و سجده نمی کنند. یک مراتبه به آن پروردگار عالمی که
آسمان را اینقدر از زمین بلند برداشته است نظر نمی کنم. با وجود اینکه بلند برداشته است باز بی ستون آفریده است. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، قرآن کریم است. آسمان ها را بدون ستون خدا بالا برداشت. ببینید آسمان چقدر بزرگ است. زمین در نزد آفتاب مانند سیب در زمین است. 300 میلیون مراتب زمین از آفتاب خورد است. این آفتابی که از زمین 300 میلیون مراتب بزرگ است در نزد آسمان چگونه است؟ یک چیزی کوچک است. آسمان فقط ما در جای خودمون میبینیم، اما این در تمام دنیای آسمان دیده میشه. و این نالان موسیعون خدا بگد ما آسمان آفریدیم و روز از روز آسمان رسیم میکنیم. این علم عاطر اثبات کردی هر روز آفتاب آسمان چندین کیلومترها دراز کرده میشه، مسافهش دراز میشه. این همه باست که آسمان دنیا، آسمان دوم از آسمان یکم یک مراتب عظیم است. آسمان هفتم هفت مراتب. همین گونه هر یک آسمان از آسمانی که در بالای خودش است یک مراتب صد فایز کلام است، عظیم است. خدا میگوید یک مراتب به سوی آسمان نظر نمی کنند. می چگونه آسمان برداشته شد؟ ثانی به قدرت سازنده آسمان قائل می شود. و سمای خدا قسم به آسمان هم یاد کرد. از وقتی که یک چیز به خدا قسم خورد دلالت به بزرگی اون مخلوق می کند. خداوند عز و جل قسم به آسمان گفته در قرآن کریم قسم خورد است. ثانی پروردگار عالم سیومین مخلوق را اشاره کرد که و الی الجبال کیف نصبت. یک مراتبه مردمی که به خدا ایمان ندارند، به خدا اعتقاد ندارند، یک مراتبه با این کوه ها نظر نمی کنند. چگونه ما اینها را، این کوه ها چگونه نصب کرده شده است، در زمین جای گیر کرده شده است. و الجبال اوتادم در سوره نبع میگوید که ما کوه ها را همچون میخ بر زمین آفریدیم، زیرا وظیفه که مستحکم نگاه داشتن زمین است. این که ها مانند میخ است. آن چیزی که ما در ظاهر زمین از که میبینیم، آن چیزی که در ظاهر میخ در لابای چوب میبینیم، این همین قدر است. باقی مانده میخ چی قدر در تک تخت دراز است، که ها هم مانند این ریشی از خودش چندی مراتب زیاد دارد در زیر زمین. خدا میگوید و جعلنا الجبال اوتادا، ما کوه ها رو برای زمین همچون میخ آفریدیم. چون خدا وقتی که زمین رو آفرید زمین ملایم بود، زمین میجنبید، زمین در حرکت بود. ثانی پروردگار کوه را آفرید که زمین استوار گرفت. بنابراین خداوند عز و جل به کوه ها هم اشاره دارد. یک مراتبه نظر نمی کنید به این کوه ها. ببینید بعضی کوه های منظرش میبینید اگر وای کوه ها مخلوقات میسازن با چندین میلیارد ها پول میدن. خداوند خودش یک عجایب نقش و نگار بده آفریدگی هست و با وظیفش ما و شما برای زمینی که ما در آن زندگی میکنیم زمین ما مستحکم نگاه میدارد. یک مراتب به سوی کوه نظر نمی کنم چگونه آفریده شده. و این الارض کیف سطحت، یک مراتبه به زمین نظر نمی کنم چگونه زمین هموار کرده شده است. یعنی زمین خداوند عزوجل زمین را برای مردم به قدر هموار کرد کتایی که در روی زمین کشت و کار کنند، در روی زمین زندگی کنند، راه کردند، زمین را هموار کرد. اگر زمین را مانند یعنی کوههایی که مثلا عبارت از سنگهای نو تیز است، اگر همین گونه باشه چطور شش نشسته نمیتواند، خواب کرده نمیتواند، راه گشته نمیتواند. خداوند عز و جل قسم زیاد زمین را برای ما هموار کرد. بنابراین میگویم که یک مراتبه به زمین نظر نمیکنند. این چگونه زمینی که ها هموار کرده شده است؟ شما یک زمینی کوچک هموار کنید چقدر مشقت طلب میکنند. بنابراین خدا در قرآن کریم به زمین و با اون ذاتی که زمین را هموار کرده است قسم خورده است. در سوره و شمس پروردگار عالم میگوید که والارض و ما طحاها، قسم به زمین و قسم با اون ذاتی که زمین را هموار کرده است.
همبار کردن زمین آسان نیست. بنابراین پروردگاران یک مراتبه به زمین شما نظر نمی کنید. چیگونه پروردگار عالم او را همبار کرده است برای شما؟ گفته چهار مخلوقات خود را مثال آورد. یکی آسمان، یکی شتر، یکی زمین، یکی کوه. که همین به مخلوقات نظر کنید. ثانی خالق این مخلوقات، پروردگار این مخلوقات را به خاطر آورید تا چگونه این چیزا را آفریده باشد. گفته به قدرت پروردگار شما دیگر قائل بشوید. گفته پروردگار عالم به مشرکان عرب خاصتا و به تمام مردم دنیا عامتا این آیات را نازل کرد. بعد اینکه باز آنها قبول دین اسلام نکردند، ثانی پروردگار عالم به جناب رسول که فذکر اینما انت مذکر، ای پیغمبر تو مردم را پند و نصیحت کن، موعظه کن، آنها را خاطر رسانی کن. وظیفه تو فقط پند گفتن است، وظیفه تو رسانیدن شریعت است. قبول نکنم غمگین مشو. این دلبرداری از جانب پروردگار به جناب رسول الله است.